سلام دوستان، با آموزش VBA در خدمتون هستیم. در جلسه قبل گفتیم که چطور میتونیم داده ها رو از سلول های اکسل بخونیم و قرار بدیم از طریق VBA. حالا از طریق VBA خیلی ها شاید بخوام که یه سلول رو رنگش رو عوض کنم، دستکاری کنم اون سلول رو و کارهای مختلفی انجام بدم و نمیخوام تو خود اکسل این کار انجام بشه، میخوام از طریق وی بی این کار انجام بدن. خب البته ما توی پروژمون یه چنین کاری رو نکردیم، چون یه بار فقط قرار بود اینجا رنگ بندی بکنیم، اون رنگ بندی اینا رو به صورت خود اکسل انجام دادیم، این کار رو با وی بی استفاده نکردیم که انجام بدیم. رو فرض کنیم که میخواییم وی بی استفاده کنیم و نمیدونیم من باید این کار رو چطور انجام بدیم. این روشی که میگم خیلی خوبه واسه کارهایی که نمیدونیم در واقع تو وی بی ای چی کار باید بکنیم تا با اکسل مثلا انجام بشه، و به خاطر همینم دارم این قضیه رو میگم. خب ما همونطور که گفتیم و خاطرتون هست، یه ماکرو ضبط میکنیم. خب یه ماکرو جدید به نام مثلا تست اوکی، الان ماکرو شروع به ضبط کردن کرد. فرض کنیم که من میخوام تمام این سلول ها رو پس زمینش رو زرد کنم، وسط چین کنم از دو طرف، باد کنم، یه مقدار عرضش رو زیاد کنم، یه مقدار هم کلم بگیرم و اندازش رو زیادتر کنم، بوردر بذارم واسه شون. یه چنین دستکاری هایی رو انجام دادیم. خیلی کارهای دیگه، هر کاری که مثلا میخواین انجام بدین رو میتونین مثلا مرج کنین. مثلا این تیک بالاش رو مرج کنم، اینا رو هم دوباره وسط چین کنم. اشتباه مرج نکردم، اینم باز کنم. خب پس زمینش رو مثلا آبی کنم و اندازش هم مثلا به جای 12 مثلا بکنم 18. خب و یه بوردر واسش بذارم، حتی بوردر مثلا میتونیم پایین بوردر رو فرض کنیم که دو خطی گذاشتیم که قشنگ تر شده باشه. خب فرض کنیم میخوایم این تغییرات رو داشته باشیم و ماکرو رو تا الان که همونطور که گفتیم ضبط کردیم، همه این کارهایی که انجام داده به صورت کد برای ما ضبط کرده و به این قسمت view macro رو بزنیم. یه دونه تست داشتیم. خب فرض کنیم کلن پاک میکنم، میخوام پاک نکنم، بزنیم برگردیم به حالت قبلی چون داده های داخلش رو میخوام باشه. از این دلیت کنم، یادتون باشه اصلا این رو بی بودن، این هم دلیت میکنم، اینطوری بودش دیگه. خب یه دونه هم ای اینجا داشتیم. حالا ماکرو اگه ران کنم انتظار دارم که این کار تکرار بشه و دوباره سلول های من به همون حالت قبلی برگردن. دیدین تمام اون کارها رو به ترتیب انجام داد و به همون شیوه رسید. خب این ماکرو که قبلا هم دیده بودیم، حالا میخوام ببینم از چه کدهایی استفاده کرده توی ماکرو و من هم از اون کدها بتونم استفاده خاصی کنم. خب این اون ماکرویی هستش که اینجا تو ماژول دو ساب تست اومده ایجاد کرده، بعد اومده گفته رنج بی دو تا ای دو رو سلک کن، یه ویت گذاشته. اگر خاطرتون باشه ما بسه این که بهتون گفتم ویدو بعدم میگم، بذارین همین الان بگم. به ازای این که هر کدوم از این کدها اینجا ران بشه، مثلا پترن بتونه ران بشه، این خود پترن داتو میبینین، این زیر مجموعی از سلکته. به جای اینکه بیاد اینجا بنویسه رنج بی دو رنج بی دو تا ای دو دات سلکت، یعنی سلکتش کن و بعد سلکشن هم رو
قسمتمو خب پترن کن، پترنشو چیکار کن؟ مساوی x l سالید قرار بده. خب به جای اینکه اینو بنویسه اومده گفته اوکی اینجا رو که یه بار سلکت کردی، حالا این سلکشنمو جایی که سلکت کرده بودی داخلشو اینجا باید یه اینتریور رو قبلش میذاشتم. خب اینتریور داخلش رو پترنشو مساوی x سالید قرار بده و پترن کالر ایندکسش رو XL اتوماتیک قرار بده، اما کالرش رو بیا با این RGB با این عدد قرار بده که همون زرده هستش اگه یادتون باشه و کارهای دیگه. خب این قسمت واسه ما مهمه. خب پس من اگر خواستم اینو جدا توی کامنتی میذارم، فرض کنیم من میخوام فیل یه قسمت رو عوض کنم. خب یه روشش اینه، یه روش دیگه‌ش هم من خود فیل من یادمه یه دونه کد مستقیم داشتم تو اگه بگردیم پیدا میشه. خب تمام کارهایی که کردیم اینجا نشون. پس فرض کنیم من نمیدونم که فیلش رو از طریق کد وی بی باید چیکار کنم، پس فهمیدم که اگر من مثلا یه شیتی باشم، چون میتونم ابتکارم به خرج بدن دیگه، فقط کافی کدو بفهمیم، شیتز یک باشم دات یه سلولیو سلز مثلا یک و یک که الان میدونیم تو اینجا سلز یک و یک من عادیه. خب سلز یک و یک همو میخوام تغییر بدم. خب میام اینجا میگم سلز یک و یکم دات اول سلکت کن. خب میتونم قبل اینکه سلکت کنم مستقیم اینتریور پترنش رو تغییر بدم و فکر کنم، ولی چون نمیدونم دارم از ماکرو استفاده میکنم کمتر ریسک رو دارم میکنم، بعد میتونم امتحان کنم اینتریور دات پترن پترن رو درست نوشتم مساوی XL سالید. خب میخوام ببینم همین یه دونه چطور عمل میکنه. اینو کاپی پیست میکنم میرم تو ماژول قدیمی که داشتم، درسته؟ بعد از اینها این رو قرار میدم. خب الان فرض کنیم که من اینا رو کلن پاک میکنم، اگه باشه تو جلسه قبل اینا رو از طریق وی بی اجرا کرده بودیم دیگه، پلی که بکنم مسیجامو میده اینو باگ گرفتش. کنم یه جا اشتباه تایپی تونم برم یا واسه سلز این رو قبول شاید نکنه، چون رنج رو که میبینیم بر اساس رنج اومده این کار رو انجام داده، ممکنه سلز نتونه یه چنین چیزی رو داشته باشه، تغییر داده بودمش دیگه. برگردونمش اگه به رنج. خب دیگه اینجا یک و یک نمیتونم بذارم، آ یک میذارم. خب دوباره پلیش میکنم. خب مسیج همو باید به صورت object required میگه object میخواد، اینجا object تعریف نکرد. این مسیج رو پاک کنم که بتونم متوجه شم، راحت ران کنم و باگم بگیرم. سلکتش هم دیگه برمیدارم. احتمالا رنج داشته باشیم نیازی به شیتس هم نداریم، چون اونجا هم بدون شیتس رفتیم دیگه. خب حالا پلی کنم. خب پلی شدش، باگمون برطرف شد. ببینیم چه تغییری داده توی چیز. سالید کرده، زیاد تغییر خواسته. حالا بریم کالرش رو عوض کنیم، چون ایکس سالید دقیقا نمیدونم چه کاری انجام میده، فقط در متوجهیم کدمون ران شد، الان دیگه کارهای مختلف رو میتونیم باشه انجام بدیم. خب پترن کالر ایندکسش اتوماتیک دات کالرش
یعنی دیگه پترن نباید بزنیم، به جای پترن کالر بذاریم این عدد رو بذاریم، رنگش عوض میشه. پس میام میام تو ماژول یک، کالر اینو برابر با این عدد قرار میدم، درسته؟ اینو میکنم کالر، حالا دوباره اجراش میکنم، خدا شکر ارور نگرفت، این زرد کردش. خب پس به راحتی تونستم بفهمم که چطور یک سلولم رو رنگش رو تغییر بدم. حالا فرض کنیم میخوام همین سلولم رو وسط چینم بکنم یا کار مختلفش رو، میام اینجا میخونم، میام اینجا دوباره سلکشنم رو گرفته، horizontal alignment x center، میتونم کپی پیست هم دقیقا بکنم. خب دقیقا همین کارا رو فرض کنیم من میخوام اینجا انجام بدم، یک کپی پیست بکنم اینجا، درسته؟ من به جای این میتونم بنویسم رنج یک آیک همون، به جای آیک سلکت بکنم، به جای آیک بذارین من آدومو تغییر بدم این دفعه، دات سلکت کنم. حالا سلکشنم چون اینجا سلکت کردم دیگه، تمام این تغییرات سلکشنم باید اجرا بشه. من اینو پلی میکنم و همینطور که میبینید الان اینجا اندازه سلولای این قسمت رو عوض کرد، سلکشنمو آدم رو سلک کرده بودم دیگه، اومد سطر رو یه مقدار ورد پایین و عرضم تغییر داد. فکر کنم تو کدوم ببینیم، خب هوریزونتال الائنمنتش رو سنتر کردش، ورتیکال الائنمنت باتمه، اینم نمیخوام باتم باشه سنتر باشه. خب بعد وارپ فالزه، میتونیم مثلا پاک کنیم چون پیش فرضش فالزه، وقتی که کد وی ماکرو داره ضبط کنه خیلی چیزا رو ممکنه اضافه ضبط کنه، مثلا اورینتیشنش اینا رو هیچ کدوم من لازم ندارم، مرج سلز فالز میبینین، تو اینا رو پاک کن، اینا نیاز نیستش، مرج سلزش هم فالز. یه دونه کالرش رو فرض بخوایم عوض کنیم که اونجا دیده بودیم، دوباره میتونم بنویسم دات کالر مساویه، حالا من این عدد رو فقط سیو فقط این عدد رو حفظ، یعنی دارم اینجا حفظ نیستم بقیه اعداد رو. خب دیگه چه تغییراتی وسط چه؟ بوردر میخوام بذارم، باید برم توی کدم ببینم کجا بوردر گذاشتم. خب دنبال بوردر بگردم، نه اینجا ارتفاع رو دارم تغییر میدم، ارتفاع رو نمیخوام، کالم وید نه، یعنی اندازه کالممو اینطوری تغییر دادم، اندازه ستونمو اینجا، اندازه رومو تغییر دادم، سطرمو برفرض من میام تو اینجا اینجا نها کنیم، میتونم مثلا این بیرونش بذارم چون یک رو رو تغییر دادم دیگه، همین رو میذارم اینجا، روی دو رو اینجا تغییر دادم، مثلا همین روی دو هم باشه، به جای 26 و 7 هم میخوام بذارم 30 سنت. خب و ارتفاع که دیدیم به جای رو کالم باید بنویسم اینجا کالم هایت، کالم وید رو وید بود ببخشید، درست داشتم اشتباه نوشتم، اگه به اینجا نه کالم وید، میام اینجا دوباره می‌نویسم کالم وید، میام فرض کنم میخوام بکنم سی. خب رنگش هم که عوض کرده بودم، حالا دیگه بقیه هر چیزی که میخوایم باید بیم اینجا پیدا کنیم، لاین استایل سلکشن بوردرز لاین استایلش رو به صورت این قرار دادم، بوردر واسش میذاریم اینجا، یه بوردر هم میذاریم، این سلکشن رو چون داخل وید گذاشتم دیگه نیازی نیستش، حذفش میکنم. خب بوردرش بر این اساس و لاین استادی بر این اساس لاین میکشه، همون لاینی که داشتیم. خب دیگه چه کارهایی واسه هم بکنیم؟
همین خوبه، بقیه رو هر چیزی که خودتون بخواین، حالا من این اکسلش هم در اختیارتون هستش، با وی بیش میتونید دانلود کنین از وبسایت دیاکو. همین رو اگه پلی کنیم، اینجا اولین اشکالی که گرفتیم که داتت کجاست؟ دات بذاریم. دوباره پلی میکنم، بازم مشکل گرفته. سلکشن دات کالر رو اینتریور، جای اینتریور هم باید بذاریم. واسه این چون سلک کردم اینتریور رو فکرم نذاشته بودم، اگه بذاریم فکرم درست بشه. درست شد. یه بار دیگه هم پلی کنیم. خب حالا میبینیم توی اکسلمون، میبینیم که اندازه رو سی کرده. این چون زرد گفته بودم بکنه زرد کرده. بذاریم آبیه رو پیدا کنم، آبیش کنیم، رنگش رو تغییر بکنم. میرم تو ماژول دو، یادمه که کجا باید دنبال عدد بگردیم. سرچ کنم. همه رنگش تغییر ندادیم. کجا رنگ درست کرده بودیم؟ رنگ رو پیدا نمی کنم، بدم چه رنگی بودش. آبیه چه رنگی پیدا نمی کنم. بهتره که وقتی ماکرو می نویسیم تغییرات کوچیک کوچیک بذاریم که بتونیم پیداشون کنیم، چون اینجا الان پیدا کردنش سخت. حالا من میام چیکار میکنم؟ یه کار ابتکاری میکنم، عدد رو خودم هر چی که هستش تغییر مثلا میکنم، چون اینا آر بی جی هن دیگه، بر اساس آر بی جی هن. یه تغییر و عدد بدیم. پنج پنج میخوام بکنم شیش شیش. حالا پلی میکنم چه تغییر کرد، چه رنگی رو بسامون گذاشتم، این قهوه‌ای کرده. خب این از این، به از این طریق میتونیم هم یاد بگیریم که چه کدهایی رو چطور استخراج کنیم، مخصوصا کدهایی که من تو اکسل دستکاری میکنم. خیلی هاشو میتونیم از این طریق ماکرو به دست بیاریم و بفهمیم که چه کدی توش هستش اگر بلد نیستیم. من خودم هیچ وقت کدها رو حفظ نمی کنم و بلد نیستم و از همین طریق استفاده میکنم، مگر کدهای خیلی مثلا استفاده پرکاربرد. و از این طریق میتونیم سلولار رو دستکاری کنیم. البته خب خیلی جاها من یه سری کارا تو وی بی میخوایم انجام بدیم که تو خود اکسل اصلا شاید تعریف نشده است یا تعریف نشده، و اون وقت مثلا ایف میخوام بنویسم و وقتی که من ساختار ایف رو نمیدونم میتونم برم سرچ کنم. که اگر اینجا وبی رو بیاریم بالا مثلا، حالا اینجا که خودش رو برد if structure، مثلا ویترو تو اکسل که نمیتونم بریم پیدا کنم که وید structure وی بی ای اصلا خودش داره میاره. یه اکسل هم همیشه بذاریم مثلاش، اینجا داره میاره و من میتونم وید اند رو ببینم، چون همونطور که دیدین یه دونه وید شروع میشه اینجا. خب با وید میرم وید سلکشن، خب چون اینجا من سلک کرده بودم دیگه، اونجایی که سلک کرده بودم، بعد اینجا میاد میگه دات سلکشن دات فلان سلکشن دات فلان سلکشن دات فلان اند ویت. یا مثلا اگه تو ماژول دو بریم میگه سلکشن دات اینتریور، چی رو سلک کرده بودم؟ اینو سلک کرده بودم دیگه. وقتی که میگم سلکشن میفهمه که اینو که سلک کرده بودم. دات اینتریور از اینجا باید دیگه لازم نیست یه تیکر رو تکرار کنیم، حذف میشه، انگار داره خودش فرض میگیره همه اینو میاد پشتش، فقط داتش رو باید بذاریم.
end with یعنی دیگه اینجا تموم کن یه تیکه. خب بعد اینجا میتونیم ساختار رو بنویم with object expression statement end with و توضیحاتش رو بخونیم و حتی مثالاش هم ببینیم. یعنی اینجا دو تا with استفاده with the window with inflow label. بعد دیگه لازم نیستش که مثلا اینجا میاد میگه the window.inflowLabel.content تموم میشه اینجا ویدش همه اینا این دوتا رو دارن. اینجا باید inflow label رو نره dot the window.title مثلا اینطوری میشه. اوکی خب امید